نماز جمعه فقط به فکر هم کار ندارد، به دل هم کار دارد. نماز جمعه حال است، ذکر است. فاسعوا الی ذکر الله. اینا میخوان وضعیت اقتصادی ما که دارای مشکل هست بگوین از مشکل گذشته است، بحران وجود دارد، بنبست وجود دارد. ولی حضرت آقا با اشراف و نورانیت کامل فرمودن مشکل وجود دارد ولی بنبست هرگز. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلال عقدتم من لسانی یفقهو قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین طبیبنا شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله رضاه و رأفته و لعنا على اعدائهم اجمعین. همه مؤمنین و مؤمنات، همه پاک دلان و شما نمازگزاران عزیز رو به تقوای الهی توصیه می کنم. در محضر شما مهمانهای خدا و روز جمعه میزبان هم سفره‌دار نعمتهای الهی امام زمانمون هست. روز جمعه مهمان حضرتیم. به شما مهمانهای عزیز خدا و اولیاء خدا در ارتباط با آیات مبارکه سوره حمد خدا رو شکر میکنیم که در این وادی خدا به ما عنایت داره، پیامهای بیکرانی این آیه داره و مقدارش رو که در حد بضاعت ناچیز ما بود در محضر شما ارائه کردیم. در این ایاک نعبد و ایاک نستعین، یکی از سوالاتی که در این آیه کریمه هست عبودیت مخصوص ذات ربوبی است. اطاعت چطور؟ محبت چطور؟ عشق چطور؟ تبعیت چطور؟ پیروی چطور؟ در این رابطه مطالب فراوانه و ذیل همین آیه کریمه مرحوم علامه آیت الله خویی در تفسیر البیانشون رضوان خدا بر این مرد بزرگ اونجا بحث شفاعت رو مطرح کردن. اگر معبود فقط خداست و اگر کمک فقط از خداست، شفاعت چه جایگاهی دارد؟ در این رابطه گاهی مسائل رو ما پیچیده می‌کنیم، در حالی که فطرت ما با حقایق آشناست و عقل هم چراغ فطرت است و مسائل اگر به دست نااهل نیفتد اغماز و معما نیست.
قابل فهم و درک است. اطاعت پیغمبر خدا و اطاعت ائمه اطهار، خداوند متعال فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت از علم و عالم، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. این هم خیلی روشن است، کسی که راه رفته پیچ و خم راه را دیده و او که رفته شما را دعوت میکند، شما تو این خط بیاید، به مقصد میرسید. این تبعیت ناآشنا از آشنا، نابلد از بلد، این یک امر فطری، عقلی، تجربی در طول تاریخ است. لذا مسئله تقلید و تبعیت از فقیه آل پیغمبر علاوه بر اون نصوصی که در ارتباط با مسئله رهبری و حاکمیت که یکی بیشتر نمیتواند باشد، حاکم جامعه، زمامدار جامعه، رهبر جامعه، این تجزیه بردار نیست. در هر زمانی یک امام بوده، ولو چندین معصوم و صاحب ولایت در کنار هم بودند. خمسه طیبه همه مطهر بودند، مخلص بودند، معصوم بودند، ولایت الهی در وجود اونها محقق بود. معزالک تا پیغمبر بود، پیغمبر پرچمدار بود و امیر المؤمنین عاشقانه پروانه وجود رسول خدا بود. بعد امیر المؤمنین پرچمدار بود، حسنین علیهم السلام علاوه بر این که مقام پدری رو رعایت می کردن، در برابر امیر المؤمنین خاک بودن. و مادامی که امام حسن مجتبی پرچم زعامت رو در اختیار داشتن، امام حسین ما برای حضرت امام حسن مجتبی مأموم بود، پیرو بود، عاشق بود و ذوب در وجود امام حسن مجتبی علیه السلام. در مسئله نیابت حضرت حجت هم عقل اختضا می کند. یک مؤسسه یک مدیر لازم دارد، یک وزارتخانه یک وزیر لازم دارد، یک کلاس یک معلم لازم دارد، دوتایی قابل جمع نیست. هم این سنت الهی است که لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدتا، دو اراده در عرض هم تعارض داره، تزاهم داره، فساد داره، جنگ داره، تنازع داره، اما یک اراده وحدت میاره. لذا امامت را در بیانات حضرت امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیه ما منشأ وحدت معرفی شده و امامتنا امانا من الفرقه. در ارتباط با دیگر افراد که آیا تبعیت اونها چطوره؟ تبعیت از پدر و مادر واجب است، مگر اینکه امر به معصیت بکنند. لذا در غیر معصومین سلام الله علیه مجمعین یک قانون حاکم بر همه قوانین هست: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حالا رئیس جمهور، وزیر، مدیر کل، امام جماعت محلی، نمیدونم، یا آدم موجه دور شلوغ قدرت داره، یه چیزایی از آدم میخواد. ما اول شرعمون رو میبینیم، دینمون رو میبینیم. هر جا خلاف دین از ما چیزی خواستن، هیچ اداری حق ندارد از رئیسی که از او خلاف شرع مطالبه میکنند، از او کمک به زیر میزی گرفتن
میخواد، از او اعانت در اسم و پامال کردن حق میخواد. هیچ کس حق ندارد در معصیت خالق از هیچ کسی تبعیت کند، اما معصومین علیهم السلام کلن خودشون نیستند. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. در مسئله شفاعت، این مسئله شفاعت هم هر جا کسی کم دارد، اگر دارایی خودش کفایت نمی کند، کسی بیاد کمبود او رو جبران کند. این آیه کریمه که لطافتی دارد و کسانی که عاشق امام زمانند با این آیه به حضرت وصل میشن، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. این فرزندان یعقوب پیغمبر وقتی یوسف رو مبتلا به غیبت کردن، یوسف 40 سال در زندان غیبت بود و محیط خانواده یعقوب و محیط شهر و منطقه از برکات وجود این ولی خدا محروم بودند و غیبت او باعث شد که برکت رفت و مبتلا شدند به مجاعه و قحطی و کم آبی و ضیق معیشتی. ناچار شدند به مصر بیان و کمک بخوان. نمی دانستند که این یوسف همونیه که اینا به چاه انداختن، همونیه که اینا به اجبار دور کردن از خودشون، اونی که مایه حیاتشون و مایه عزتشون و مایه تسهیل زندگیشون بود. با چشم حسد نتونستن تحمل کنن، خودشون رو به دردسر انداختن. خدا هم مجبورشون کرد حالا برن دامنش رو بگیرن. گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، که ما هم روز به امام زمانمون همینو میگیم. گفتن که ای عزیز مصر، ما گرفتار شدیم، خودمون عائلمون پریشانی اقتصادی داریم، به هم ریختیم. اوف لنا الکیل، اومدیم به ما کمک کنی، ولی چیزی که آوردیم کافی نیست، ما کم آوردیم، تو کم نگذار. روز قیامت همه کم میارن، اما اونی که مأمور از کمبودهای کسانی که تو خط بودن، اما راه طولانیه. آه من قلت زاد و بعد سفر، مسافرت سفر ابدیه، مرگ ما آغاز زندگی بی پایان لایتناهاست. ما با عمر محدودمون اونقدر نمیتونیم دارایی کسب بکنیم که دارای اون مقامات بهشتی، مراتب قرب خدا بشویم. لذا شفاعت رسول خدا یک شفاعت عام جهان شمول، شفیع همه انبیاست، شفیع همه اوصیاست، شفیع همه شهداست. این سلسله مراتب محفوظه، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. همه به وسیله پیغمبر و ائمه ما. و قرآن کریم شفاعت را مخصوص خدا می داند و از همه حق شفاعت را سلب می کند. بعد به اذن الله من ارتضا و شرایط دیگری که در آیات قرآن کریم تصریح شده است به اینکه شفاعت از امور قطعی است. اینجا هم همینجوره، هم در مسائل معنوی ما متوسل می شیم، همجور که خدای متعال فرموده استعینوا بالصبر و الصلاة. این صبر برای ما شفیعه، این نماز برای ما شفیعه. پس ایاک نستعین منافاتی ندارد که ما در طوفانهای زندگی به سنگر مقاومت پناه ببریم، به سنگر صبر پناهنده بشویم، نه دامن نماز رو بگیریم. نماز رو شما دلاراست شدن نبینید. نماز فرشته خداست، نماز نور خداست، نماز نور چشم پیغمبر است، نماز یار است، نماز پشتیبان است، نماز حامی است. در هر جا کم آوردید برید به پناه نماز. استعینوا بالصبر و الصلاة. خود قرآن کریم هم دعا را و هم مسئله نماز را
صبر را اینا رو واسطه قرار داده برای جبران کمبودهای ما و منافاتی با ایاک نستعین ندارد از چند جهت. یکی این که خود خدا امر می کند، دوم این که اگر نماز خاصیت داره، اگر صبر و مقاومت اثر داره، اگر خوردن آب سیرابی داره، اگر خوردن غذا سیری داره، اینا همه به اذن الله خدای متعال اثر در غذا قرار میده، اثر در آب قرار میده. اما در جهنم اینا طعامشون غسلینه، لا یسمن ولا یغنی من جوع، طعام میخورن اما طعام سیرشون نمیکنه. در مسئله توحید افعالی هر اون چه در عالم اثر هست مال پروردگار متعال، اثر نماز مال خداست، اثر دعا از خداست، ای دعا از تو اجابت همز تو و حضرات معصومین علیهم السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و شهدای ما که همشون باب الحوائجن و شفعای ما در دنیا و آخرتن و اولیاء الهی که در حال حیاتشون مثل آیت الله بهجت، مثل آیت الله بهاءالدینی، اینایی که ما از نزدیک دیدیم و کرامتهاشون رو بعضی هاش شنیدیم بعضی هاش هم دیدیم، اینا همه به اذن الله، نه اینکه اینها استقلال دارن در برابر خدا، اینا به اذن الله هن، فانی در خدا هستن، کارشون و شفاعتشون و اثرشون هم از جانب پروردگار عالم است. امروز روز شهادت حضرت سید ساجدین زین العابدین علیه السلام است. امام سجاد نقش بی بدیلی در میان ائمه اطهار برای تربیت بشر، برای حفظ خون شهدا، برای بیمه کردن دین اسلام داره و آثاری که از امام سجاد علیه السلام مونده گنجهایی است که هیچ گنجی مثل این گنجها نیست. یکی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، الحق و الانصاف دنیا نظیرش رو نمیتونه بیاره، رساله حقوق. یکی صحیفه سجادیه است که زبور آل پیغمبر، انجیل آل رسول و اخت القرآن میگوین، دون کلام الخالق است، فوق کلام مخلوق است، کتاب عرفانی است، کتاب دل است، کتاب اخلاق است، کتاب سیاست است، کتاب معنویت است. عجب صحیفه سجادیه است که متروک و محجور در میان ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل و سلم على سید الانبیاء و المرسلین و صل على امیر المؤمنین سید الوصیین و على فاطمة الزهراء سیدت نساء العالمین وعلى السبتين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى سادات المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن الزكي والخلف الصالح الحجة القائم أمنائك في بلادك وحججك على عبادك أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله. شما راهیان راه خدا، سالکین الالله، عبادت کنندگان ذات ربوبی رو و خودم رو به پرهیز از گناه، مراقبت بر واجبات فردی،
خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی توصیه میکنم تنها راه نجات تقواست و اگر تقوا نباشد اعمال خوب ما هم نمره ندارد. انما یتقبل الله من المتقین. اولین مناسبت این ایام شهادت امام سجاد علیه السلام است که به امام زمانمون و به شما نمازگزاران تسلیت عرض میکنم. مسئله دوم که جزء مظاهر قدرت خدا در نظام جمهوری اسلامی و جزء جلوه های عزت این انقلاب و نظام است، این ضرب شست پاسداران عزیز مشکی ما بود که نگذاشتن خیلی طول بکشد، نشون دادن که امام المسلمینمون، نایب امام زمانمون هرچه بگوید این برادران عزیز ما، این دلاور مردان ما، این شیران بیشه انقلاب و شهادت طلبهای ما در اسرع وقت لبیک رو اجابت میکنن و تحقق میبخشن. اولین ضرب شست موشکی در کردستان عراق به صدا در آمد و دومین ضرب شست بعد از حادثه دلخراش اهواز بود که یک مشت مزدور، نادان و خبیث به مردم اونجا حمله کردند و کودک و زن و پیر و جوان را آماج گلوله‌های عناد مستکبرین قرار دادند و عده‌ای را به خاک و خون کشیدند و از 500 و چند کیلومتری موشک‌های عزت بخش ما، مظهر اقتدار نظام ما، سران داعش رو در عمق خاک سوریه در ساحل فرات کنار بیخ گوش امریکایی‌ها، اونجا حدود 40 نفر رو به درک فرستادن و پیام قدرت بود هم به منطقه که اگر امنیت هم بخواید باید کنار ایران باشید و در سایه اقتدار ایران نفس راحت بکشید. برای اربابانشون هم پیام بود که حواستون رو جمع کنید، به تعبیر مقام معظم رهبری زمان بزن در رو گذشته است، اگر یکی بزنید 10 تا خواهید خورد. حماسه رو، این ظهور و بروز اقتدار نظام رو به برادران عزیز سپاهی خودمون و نیروهای مسلح و مردم عزیزمون و فرمانده کل قوا تبریک عرض میکنیم و جای آن دارد که نماز شکر بخوانیم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایشات وحیگونه مقام عزیز رهبری، رهبر فرزانه و حکیم ما روز پنجشنبه روح جدیدی بود، دلگرمی جدیدی بود و نقشه راه بود که ترسیم کردن. حضور 100,000 بسیجی در ورزشگاه آزادی برای بار دوم که نقطه عطف بود، بار اول اون اجتماع
و اون صحبت‌های مقام معظم رهبری آغاز یک حرکت حماسی و دشمن برانداز بود که در رویارویی نظامی به حمدالله اون حماسه ها رو و اون دلاور مردی ها رو و اون شجاعت ها و قهرمانی ها رو در تاریخ ثبت کردن که تاریخ جز جریان کربلا و جنگ های امیرالمؤمنین علیه السلام چون این نبردهای مؤمنانه، عاشقانه، مجاهدانه و شهادت طلبانه رو به خود ندیده. این 8 سال دوران دفاع مقدس ما جز قطعات بهشتی تاریخ است و ذخیره عظیمی است. مقام معظم رهبری دیروز فضائل مردم این مملکت رو، جوانهای ما رو، یکی بعد از دیگری به رخ دنیا کشیدن. به این بزرگواری بود که همچون جد بزرگوارشون نبی مکرم اسلام وقتی مردم مدینه رو جمع کردن در اون فتنه ای که دشمنها مخواستن بین مهاجرین و انصار داشته باشن، خطاب به انصار کردن: شما بودید در وقتی که قوم خیشای ما را بیرون کردن، جلای وطن شدیم، شما آغوشتون باز بود، ما را قبول کردید، شما به ما پناه دادید، شما جوان دادید، شما در جبهه ها ما را یاری کردید. یکی بعد از دیگری این کارهای قشنگی که سر سفره پیغمبر این توفیقات رو پیدا کرده بودند، پیغمبر گویا خودشون رو بدهکار به اینها وانمود کردن. به این عظمت، به این شکوه اخلاقی و معنوی درس است. و امروز هم رهبر ما یحذو حذبه و این جوانهای ما گره های غیر قابل باز شدن رو باز کردن، انقلاب رو، بیرون کردن شاه رو، مقابله با شورش های داخلی رو، 8 سال دفاع مقدس رو، مقابله با ترورهای منافقین رو و در عرصه های مقابله با گرفتاری های روستاییان، جهاد سازندگی و بسیج سازندگی و مقابله با فتنه و هر جا گره کوری برای انقلاب و مسیر دین پیش آمده است، این جوانهای ما، البته اینا رویش‌های ما، اینا جلال اسلامند، اینا هیمنه نظامند، اینا ذخیره امام زمانند. در کنارش ما ریزشا هم داریم و اونها را هم امیدواریم. این همت بلندی که در جریانات جهانی میتوانند مقابله کنند و سرفراز و پیروز از هر جبهه بیرون بیان، انشاءالله در هدایت جوانهایی که به نظر میرسه ریزش هاست و گرفتاری های اخلاقی و فتنه های سیاسی دارن، امیدواریم همین جوانها اونا را بتونن از منجلاب و بدبختی نجات بدهن. لکن مطالب مهمی که همش مهم بود، الحق و الانصاف مثل دانه های مروارید است که آدم بخواد انتخاب بکنه، همش دانه های ارزشی هست. ولی در پایان سخنانشون توصیه هایی که به نسل جوان کردن نکاتی بود که همیشه باید ما به صورت گفتمان در بیاریم. یکی حس دشمنه. جوانهای ما همیشه پیروزی آفریدن، ولی مغرور نشن. از این به بعد هم در جنگ اقتصادی که حضرت آقا دیروز این اجتماع کلید زدن به یک حرکت جدید در مسیر پیروزی بود، گفتن باید دشمن رو حس بکنیم. راه ما راه آسفالته و صاف نیست. فلق تحمل عقبه، ما بناس از عقبه ها بالا بریم، کما اینکه تا کنون هم عقبه ها رو فتح کردید، قله ها رو فتح کردید. دشمن رو حس بکنید. دشمنان ما با همه نیرو و توان به میدان آمده اند. دوم مسئله استقامت است. فاستقم کما امرت و من تاب معک. اگه استقامت نکنیم، کما اینکه در 8 سال در مقابل آتش جهانی استادید، خم به ابرو نیوردید،
الان هم با همون آهنگ که باید پا بر جا بود و به این ترفند دشمن، جنگ خطرناک دشمن که جنگ رسانه ایست، در جنگ رسانه ای با امکانات علمی و تجربی و امراض هایی که اینا دارن، هم موقعیت ما را خلاف اون چیزی که ما هستیم اینا نشون میدن، چه بسا از روی حماقتشون همون جورم فکر میکنن. این حرف ابلهانه رئیس جمهور ابله امریکا که حضرت آقا نقل فرمودن که به بعضی از سران اروپا گفته است که 3 ماه صبر کنید کار نظام تمام است، اینا میخوان وضعیت اقتصادی ما که دارای مشکل هست بگوین از مشکل گذشته است، بحران وجود دارد، بنبست وجود دارد. ولی حضرت آقا با اشراف و نورانیت کامل فرمودن مشکل وجود دارد ولی بنبست هرگز. ما اگر توکلمون به خدا باشه، قدرتی رو که خدا به ما داده و تا کنون با سرفرازی و پیروزی از جبهه ها بیرون اومدیم، این قدرت رو احساس بکنیم، فتنه دشمن را هم احساس بکنیم، وحدت هم داشته باشیم، استقامت هم داشته باشیم، به حول و قوه خدا در این مرحله هم امریکا سیلی تلختر از سیلی های گذشته از ما خواهد خورد و در این امر شکست خواهد خورد انشاءالله. چند تذکر به مجریان امور در کشور داریم. یکی اینه که اون چه پیش آمده و کام ملت رو تلخ کرد، بی‌ثباتی در امر اقتصاد، التهاب در مسئله ارز، در مسئله خودرو، در مسئله طلا، و حالا که داره سیر نزولی رو طی میکنه نشون میده که این یک امر تصنعی و توطئه دشمن بوده، می شود مهار کرد. اون چی که در سیر نزولی پیش آمده توقع داریم ادامه پیدا کنن، اینجور نباشه که یه خورده بالا ببرن بعد که یه خورده پایین آوردن دیگه مردم به همین قانع بشن و پول ملی اعتبار نداشته باشه و بگیم بالاخره یه کاری کردن. نه، انشالله باید در اعتبار دادن به پول ملی ما و اینکه مردم در معیشتشون لمس بکنن که قوای اجرایی ما گره زندگی مردم رو باز کردن، تا اونجا باید مجاهدانه و با کمک گرفتن از نیروهای بسیجی، حضرت آقا بیش از 10,000 هسته جهادی در کشور معرفی کردن. این طرحهایی که جوانهای ما ارائه میکنن پخته است، به اینها توجه بکنن. و مسئله دیگر، این مسئله که برای کامیوندارها پیش آمد، این قابل پیشگیری بوده، میشد به اینجا نرسه. هم باید کامیوندارها حواسشون جمع باشه که اگر اونها یه نواقصی دارن، دشمن هم در کنارشون ایستاده میخواد موج سواری بکنه. لذا اگر اونا دست از کار کشیدن و کارخانه هایی که باید مایحتاج مردم رو به اطراف برسونن نتونستن و جمعیت به زحمت افتادن، مشکلات برای زندگی مردم پیش آمد، تمام کسانی که باعث این امر شدن گناهکارن، ظلم به مردم کردن. هم باید وزارت راه که متصدی سامان دادن به حمل و نقل کشور است، به وظیفه خودش عمل بکنه
عوض بعض حرف های بی رب به کار خودش برسته و این مسئله را سامان بده و هم این راننده های زحمتکش حواسشون جمع باشه، آلت دست دشمن قرار نگیره. و مسئله دیگری که قابل عرض است، خب هفته نیروی انتظامی هست. نیروی انتظامی امروز هم امام فرمودن کار پلیس عبادت است و هم جملاتی که از حضرت آقا در مورد پلیس شنیدید، الحق و الانصاف، اینا همیشه در سنگرن، همیشه با اشرار، با مفسدین، با هنجار شکنها، هیچ وقت نیست که اینا تو جبهه نباشن و اینا در خطر نباشن. در مبارزه با قاچاق و قاچاقچی ها چقدر اینها شهید میدن. در تامین امنیت به خصوص نیروهای ویژه پلیس امنیت، اینا واقعا زحمات فوق العاده دارن. پلیس راه شب و روز نداره، اینا در راه ها جلو آفتاب ها برای برقراری نظم و انضباط و امنیت حضور دارن. وزیر محترم آموز پرورش در ارتباط با سند تحول صحبت هایی کردن. ما از اینکه وزیر محترم آموزش پرورش هم از سلاله پاک پیغمبرن، هم شخصا من ایشون رو فردی متدین میدانم، اما حتما اطلاع دارن که در بعضی از مدارس، در بعضی از نقاط تهران چند جار شکنی ها می شود. باید این تقوا، معنویت، عفت، حیا، حجاب، مهارت زندگی در متن آموزش فنون دفاعی نظامی، پیاده کردن حماسی 8 سال دفاع مقدس، اینا باید به صورت چشمه های حیات به مدرسه ها تزریق بشود و این توقع رو ما از این بزرگوار داریم. و در ارتباط با پیروزی عراق، پیروزی سوریه و مطالبی در ارتباط با یمن بود که فرصت کم آوردیم و امیدواریم خداوند متعال همه جبهه های مقابل امریکا را در همه عرصه ها به مقصد عالی برساند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.